سلام به همه شما دوستان عزیز، من سهیل شریفی هستم و میخوام تو این آموزش طریقه ساخت افکت های پیکسلی چه برای تکس و چه برای لوگو یا یک عکس رو بهتون آموزش بدم. یه راه آسون داره، اینه که اول من که کارم الان میخواد رو تکس باشه، برم ببینم آیا ما میتونیم چیزی رو تو اینترنت پیدا کنیم تحت عنوان فونت مربوط به عبارت گیم اوور. خب ما گیم اوور فونت رو سرچ میکنیم، میبینیم که بله اصلا یه چنین فونتی ما کلن داریم و میتونیم ازش استفاده بکنیم. پس یه راه این میشه که ما بیاییم اصلا یه چنین حرکتی بزنیم، یعنی اون عبارتی که دنبالش هستیم یا میخوایم یک شبیه سازی رو از روی یک لوگوی انجام بدیم، شاید اون فونت موجود باشه، مثل تیتراژ سریال بریکینگ بد که ما اصلا فونت بریکینگ بد رو هم داریم. یه سری چیزا رو اینطوری تو ذهنتون قبلا مرور بکنید، ببینید شاید اصلا یه چنین چیزی موجود باشه. مثلا این کار رو ببینید، این تکس اولیه ای ما بوده، بعد ما این افکت رو استفاده کردیم و به این شکل شده، اما اینجا میخواییم فونتش رو کلن بتونشون بدیم، یعنی اصلا ما چنین فونتی داریم که کلن به این حالت پیکسلی نوشته بشه. حالا هر عبارت دیگه ای هم که ما اینجا بیاییم بنویسیم، میبینیم که دقیقا همین حالت رو روش داره لحاظ میکنه، پس کلن مشکل ما حل شد. اما این در صورتیه که چنین فونتی اصلا ما موجود داشته باشیم که بتونیم این حرکت رو پیاده کنیم. اما اگر نداشته باشیم، حالا من اینو کنترل زد میزنم، اینو آف میکنم، اینجا ما یه فونت ساده نوشتیم از نوع فونت اریال بلک که رو همه کامپیوترها هم این فونت موجوده. خب بعد اومدیم چیکار کردیم؟ یه دونه ادجاستمنت لیر اینجا ساختیم، اینجا از افکت موزاییک استفاده کردیم. کاری که این افکت موزاییک برای ما انجام میده اینه که حالا من ریسیت میکنم این افکت رو و این ادجاستمنت لیرم آن میکنم. در مرحله اول ما بلاک های افقی و عمودی داریم، یعنی اینکه 10 تا بلاک افقی و 10 تا بلاک عمودی یا همون بلوک، این تعدادشه. خب من اینو یه خورده زیادتر میکنم، مثلا اینو میذارم رو عدد 70. علت این کارم اینه که تعداد بلوک های ریز من بیشتر بشه و بعد این تیک شارپ کالر رو هم میزنیم که این لبه هاش تیز بشه. همین باعث میشه که دقیقا اون نتیجه مورد نظر رو ما بتونیم از این افکس بگیریم. خب حالا تصور کنید این همین کار رو ما میخواییم برای یک لوگو انجام بدیم. شخصیت محبوب ماریو هستش که اینجا الان ما آمدیم این رو دوباره به اون حالت پیکسلی در آوردیم. اینجا شما با توجه به اینکه حالا اون لوگوتون یا اون شکلتون چقدر کوچیک یا بزرگه یا چه پیکسلی از تصویر تو در نظر گرفته، اینجا میتونی این مقدارش رو زیاد و کمتر هم بکنی. هر چقدر پارامتراش کمتر باشه این بلوک های شما بزرگتر میشه. مثلا من اینو بذارم 10 در 10، ببینید که اصلا یه چنین چیزی که زیاد تشخیص داده نمیشه، یعنی خیلی اولیه شده و اصلا شکل ما خوب قابل تشخیص نیست، ولی اینو میدم 40 در 40، یه مقدار دیگه بیشتر قابل تشخیصه. حالا اگه این هم انیمیت داشته باشه، یعنی شما یک فیلمی هم داشته باشه که کاراکتر شما در راه رفتن باشه، به همین شکل این رو انجام میده. حتما دقت کنید که تیک این گزینه رو بزنید و الا خیلی حالت شطرنجی به خودش دست میده. اون لبه های شارپ منظورم اینجاست، رخ نمیده. اینجا رو ببینید، الان وقتی ما شارپ میکنیم این حالت ها از بین نمیره، یعنی فقط جاهایی که شارپه دیده میشه. اینایی که اپاسیتیش یه کوچولو کمه، بعضی که تیکر رو بزنیم اونا خود به خود حذف میشه، یعنی فقط جاهایی رو به من نشون بده که کلن شارپه، یعنی یه خورده اپاسیتیش کمه اونا رو به من نشون نده. و این میشه نتیجه کار ما. شیفت و علامت سوال میزنیم که فیت بشه. خب این شد، الان افکت پیکسلی ما کامل ساخته شد. چه رو عکس، چه رو فیلم، چه رو متن میتونیم ازش استفاده بکنید. خیلی ها ممکنه از این افکت موزاییک برای شطرنجی کردن صورت استفاده بکنن. خب مثلا من این رو روی یک ادجاستمنت لایر استفاده کردم. کافیه که روی خود ادجاستمنت لایرم بیام تو قسمت رکتنگل تول، در واقع یک ماسک ایجاد بکنم و این قسمتش رو فقط سلکت بکنم. یه دکمه جی رو میزنم اینجا، اینجا و اینجا، سه تا پوینت میزنم، این رو میارم پایین تا این حالت. اینجا تقریبا فقط فیس کاراکتر من شطرنجی بشه. با این حرکت راحت میتونید یک سوژه ای رو بیاید و صورتش رو شطرنجی بکنید. حالا اگه اون سوژه ما حرکت هم داشته باشه، کافیه که دابل ام بزنیم، اینجا ماسک پس رو انتخاب بکنیم و در قسمت تراکر اینجا فوروارد تراک و یا بکوارد تراک رو بزنیم که ماسک ما روی اون سوژه خودش رو بچسبونه و هر جا که سوژه ما یا صورت ما داره جابجا میشه، ماسک ما هم جابجا بشه. پس با این حرکت اون کار هم میتونی بکنی، حالت پیکسلی کردن. راه دیگه ای هم وجود داره که من اون راه رو میخوام در این پلاگین به شما بگم. پلاگینیه به نام پیکسی آفتون. خب
با این پلاگین من این پلاگین رو کلا ریسیت میکنم و اینجا هم تیک افکتش رو فعال میکنم. به محضی که این پلاگین شما اعمال میکنید به شکل پیشفرض پیکسلی میکنه، یه خورده زوم میکنم راحت تر ببینیم، اما یک تونی هم بهش میده. خب این تون دادنه خب ما با افکت های تینت و اینها میتونیم انجام بدیم، پس حتما لازم نیست اینجا انجامش بدیم. اما یک مدل دیگه اینجا داره اینه که ما شیپ های مختلفی از این پیکسلی رو به ما میده. تو حالت های قبل ما فقط مربعی رو داشتیم، اینجا هم اسکوار داره هم دایره ای هم تراینگل یعنی مثلث، حالت بعد دایموندز یعنی به شکل لوزی شکل، میز یعنی خطهای راه راه گونه ای که به هم متصله. میبینید که اصلا یه کار خیلی جالبی هم اینجا شده. و اینکه در مرحله آخرم رندوم، یعنی ممکنه یه دونه رو میز بندازه، یه دونه رو سیرکل بندازه، یه دونه رو دایموند بندازه، و اینجا با اشکال مختلف میاد این پیکسلی رو برات لحاظ میکنه. خب اینجا دوباره برمیگم رو هم آلت اسکوار یعنی مربعی، یک گزینه اینجا داره میگه ریویل اورجینال، یعنی من نمیخوام اینو تینت کنی به رنگ آبی یا مثلا بگم اینو تینت کن به رنگ قرمز، اصلا نمیخوام تو این کارو برام بکنی. من اون عکس منو دوست داشتم، اون رنگی که داشت اونو دوست داشتم، میخوام رو همون برام این کارو بکنی. خب افکتو فعال میکنیم، اینجا تیک گزینه ریویل اورجینال میزنیم، یعنی بیا رو خود عکس و ویدیوی اصلی ما یا حتی متن اصلی ما این کار انجام بده. ببین نتیجه اینطوری شد. اما خیلی جهاب یه خورده کم رنگه، یه خورده پر رنگه، تکلیف اینا چیه؟ اینجا ما یک پارامتری داریم به نام سایز. خب اگر این سایز رو شما بزرگ بکنید، میبینید که تعداد اون بلوک های شما، مربع های شما یا دایره های شما بزرگتر شده. فعلا به این کاری نداریم. اسپیس یعنی فاصله اینها از هم چقدر باشه که میذاریم کمترین فاصله رو، یعنی همون صفر داشته باشه. کنتراست ولی وقتی زیاد میکنیم ببینید که نمنم حالت پیکسلیه داره درست میشه. خب این از کنتراست. پیکسلیت هم که میزنی اون حالت پیکسلی رو برای ما لحاظ میکنه. ببین الان حالت پیکسلیه لحاظ شده، اینورت اینو معکوس میکنه، یعنی هر آنچه را که اینجا انجام داد رو اینو معکوس میکنه. خب آلفا بودنش رو ببینید، یک کوچولو شما میتونید این لبه های اوپاسیتی خورده رو اینجا کنترل بکنید. ببینید این یه مقدار اون لبه هاست که اینم میتونید رو صفر بذارید که لبه های اینور اوکی بشه. اما مشکلی که الان ما داریم اینه که با این تنظیمات و این حجم کنتراستی که ما دادیم لباس سوژه ما از بین رفت، و اگه ما اینجا دکمه تاگل ترانسپرنسی رو بزنیم میبینیم که اصلا اونجا لباس دیگه نداریم، یعنی فقط دستا رو انجام داد و فیس و یه بخشی از چشما رو. خب چیکار بکنیم؟ یه دونه از همین لایه حالا دوپلیکیت میگیریم، تو لایه بالا اینو اینورت میکنیم، یعنی تمام این تغییرات اینورت بشه. الان توسط این حرکتم ما تونستیم این کارا رو انجام بدیم. خب این پلاگین پیکسی آفتون میاد یه سری پارامترهای دیگه هم در اختیارتون میذاره که یه مقدار بتونی نرمترش بکنی، یه مقدار یه کارای این مدلی هم بتونی انجام بدی. مثلا من این رو انتخاب میکنم، اینجا شما ببینید ما پارامتری داریم به نام رافن. این رافن ببینید هر چقدر شما کم و زیادش میکنید یه مقدار نرمی کار هم اینجا داره، یعنی لبه های پیکسلی رو هم اینجا میتونی لحاظ بکنه. یعنی اینطوری شما میتونی یه کاری بکنی که یه بخشای کوچیک‌تر باشه یه بخشای بزرگتر، اما افکت موزاییک یعنی یا آره است یا نه، یا برات انجام میده یا نمیتونم انجام بدم، یعنی کاری ما بین این رو نمیتونم برات انجام بدم. خب اما با پیکسی آفتون میتونی این کارا رو هم انجام بدی و بعد جفتشون رو به این شکل میتونی رو هم بندازی. اما اینکه نتیجه یکسانیه، یعنی خیلی نتایج به هم نزدیکه. یعنی اینجا رو ببینید، من این دوتا رو افکتشون رو برمیدارم میام تو همین حالت این لایه رو فعال میکنم، دابل ام میزنم، ماسکر رو هم میزنم رو حالت نان، میبینیم که تقریبا نتیجه یکیه. حالا بلوک ها اگه بزرگتره من اینو میذارم مثلا روی 80/80، بلوک ها کوچیکتر میشه، تقریبا همون نتیجه رو به ما داد و خیلی تفاوت نداره. یه دونه اسکرین شات اینجا من میزنم. خب حالا اینو آف میکنم، این دوتا رو افکتاشو دوباره فعال میکنم. خب الان اینی که داریم میبینیم با پلاگین پیکسی آفتونه، این دکمه رو که میزنم آنچه که به من نرم افزار افتر افکتس نشون میده با پلاگین موزاییکه. ببین خیلی تفاوت نمیکنه. ببین این الان موزاییکه، این پیکسی آفتون، این موزاییک، این هم پیکسی آفتون. خب توسط این چند تا را شما راحت میتونید الان یک متن، یک لوگو، یک فیلم رو بیای و افکت پیکسلی بهش بدی. مثلا شما یه چنین عکسی رو داری، خب کسی رو فکر نمی‌کنم با این گیم خاطره نداشته باشه، می‌خواید حالا این بالا یک عنوانی بنویسید و می‌خواید اون عنوان شما اون حالت پیکسلی رو داشته باشه که به این فضای قدیمی بودنه بخوره.
باید شما بدونی افکتی به نام موزاییک وجود داره، هر چند تنظیماتش ساده باشه باید بدونی افکتی به نام پیکسی آفتون وجود داره و ترفندهای اجرایش رو بلد باشی. دوستان گل، در دوره پلاگین های افتر افکتس شما با بیش از 500 تا پلاگین آشنا میشید، یعنی به جرئت میتونم بگم کامل ترین دوره‌ایه که در زمینه پلاگین های افتر افکتس یک فرد میتونه در اختیار شما بگذاره. اونقدر شما افکت و پلاگین مختلف رو گزینه به گزینه آموزش های یوتیوب و اینستاگرام ما اینجا صرفا معرفیه و ما اینجا بیشتر گزینه ها رو شاید نرسیم بگیم، اما در دوره پلاگین های افتر افکتس به شکل گزینه به گزینه همه رو میگیم. حالا یه پلاگینی مثل این ساده است، یه پارامتری رو عقب جلو میکنی، یه رنگ انتخاب میکنی، دوتا تیک رو میزنی برمیداری، همه چیز مشخصه، یعنی فقط شما باید بدونی که پلاگینی هم به نام پیکسی آفتون وجود داره. ولی خیلی از پلاگین ها واقعا با پارامتر عوض کردن و اینها به این شکل نیست، یعنی پلاگین اصلی اصلا اینطوری نیست که شما دو تا تیکت رو بزنی و برداری ببینی اونور اینطوری شد. خب دوستان گل، مرسی که این آموزش رو دیدید، امیدوارم که به دردتون خورده باشه و اگه از این آموزش خوشتون اومد سیو کنید، برای دوستاتون بفرستید، کامنت بگذارید، من هم نظراتتون رو بدونم. اگر خوشتون اومد حتما کامنت بذارید، صرفا لایک رو حمایته، اما وقتی کامنت میذارید من نظرتون رو متوجه میشم و این خیلی برای من با ارزش تر از حتی لایک و سیو شما هم شاد باشه. و در انتها ممنون که این آموزش رو دیدید، من سویل شریفی هستم از مجموعه آموزشی tatso.ir، امیدوارم هر لحظه که این آموزش رو داشتید میدیدید اون لحظتون شاد و خوش باشه. روز شبتون خوش و خدا نگهدار.